که در اصل همون 1, 2, 3, 4, 5 و 6 میشه 11. خب این 11 میشه میانه من. حالا باید برم سراغ چارک اول و چارک سوم. چارک اول میشه میانه این داده های کمتر از میانه 1, 2, 3, 4 و 5 تاست. داده وسطش میشه Q1 من، یعنی 4. و Q3 من که همون چارک سوممه میشه داده وسط بین این داده های بیشتر از میانه که میشه عدد 13. این همیشه Q3 من میشه 13. حالا باید بیام و نمودار جعبه و سیبیل رو رسم کنم. گفتیم احتیاج داریم به یک محور افق. این محور افقی رو میکشم. به صورت حدودی اینجا رو اگر که 0 بگیرم اینجا میشه 2. میشه کمترین داده من. و بیشترین داده من میشه عدد 18. اگه بخوام به صورت حدودی بکشم میشه تقریبا اینجا. این هم میشه بیشترین داده من. حالا باید بیام یه مستطیل بکشم که ضلع سمت چپش چارک اول من باشه که میشه 4 تقریبا اینجا. من مستطیل رو با یه رنگ دیگه بکشم میشه ضلع سمت چپ، و ضلع سمت راست من میشه 13 که میشه تقریبا اینجاها. حالا شما میتونید به صورت دقیق تر اینو رسم کنید. این چارک اولم بود، اینم چارک دومم بود. خب مستطیلم رو کامل میکنم، این میشه مستطیل من، و کمترین و بیشترین داده رو بهش وصل میکنم به این شکل. حالا باید بیام در مرحله آخر میانم رو هم رسم کنم. میانه ای من عدد 11 بود، یعنی باید نزدیک باشه به 13، یعنی تقریبا اینجاها. این هم میشه میانه ای من. یه بار روی نمودار نشون بدیم. این کمترین داده بود، این بیشترین داده بود، این چارک اولم بود، این چارک دومم بود و این هم چارک سومم بود. نمودار جعبه و سیبیل هم به همین راحتی رسم شد. یه چند تا نکته باید در رابطه با این نمودار آخر بدونیم و بحث رو ببندیم. توی نمودارهایی که ما خوندیم، نمودار جعبه‌ای بهتر از بقیه این نمودارها میتونه پراکندگی داده‌ها رو نشون بده. حالا ممکنه بگید که چجوری؟ توی نمودار جعبه‌ای طول هر کدوم از 4 قسمتی که داریم بیشتر باشه، پراکندگی داده‌ها توی اون قسمت بیشتره. و طول هر کدوم از 4 قسمتی که داریم کمتر باشه، پراکندگی داده‌ها توی اون قسمت کمتره. پراکندگی کمتر یعنی تمرکز بیشتر. نمودار خودمون رو نگاه کنید. الان بیشترین طولی که داریم از 4 تا 11 که میشه 7. پس ما بیشترین پراکندگی رو بین چارک اول و میانمون داریم. نگاه کنید اینجا رو. بین چارک اول که 4 بوده و 11 که میانمون بوده ما داده های 5 و 9 رو داریم. یعنی خیلی پراکندن. 4 رو داریم، 5 رو داریم، 9 رو داریم و 11 رو داریم. و کمترین پراکندگیمون بین میانه و چارک سوم که 2 واحده و کمترین داده و چارک اوله. نگاه کنید کمترین دادهمون 2ه. تا چارک اول میبینید همش 2ه. خیلی کمه پراکندگیمون. بین میانه و چارک سوم هم میبینم باز 2 تا 11 دارم که باز یعنی این که پراکندگی خیلی کمی دارم. پس رو نمودار جعبه‌ای طول هر بازه‌ای که کمتر بود اونجا من کمترین پراکندگی داده ها رو دارم، و طول هر کدوم از بازه هام که بیشتر بود اونجا بیشترین پراکندگی دارم. نمودار جعبه‌ای میتونه به طور همزمان دامنه تغییرات و دامنه میان چارکی و میانه ها رو نشون بده. یعنی چی؟ دوباره برگردیم. خب من توی این تیکه اگر اختلاف رو حساب کنم بین کمترین و بیشترین داده میتونم دامنه تغییراتم رو به دست بیارم. همچنین اگه بیام Q3 رو